خب درود به همه دوستان به چنل یوتیوب فلکس فیتنس خوش اومدید من علی رضا هستم بریم سراغ جدیدترین اخبار بدنسازی و خب سه تا خبر داریم که سه تا خبر هم حول محور هادی چوپان میچرخه خب همینطور که میدونید هادی در حال حاضر در شهر دوبی هست به خاطر مراسم و برگزاری مسابقه دوبی ماسل شو دوبی ماسل شو یکی از مسابقات بزرگ بدنسازی هست که البته که باید بگم نمایشگاهش خیلی بزرگتر از مسابقهش هست و یک نمایشگاه خیلی خفن داره که تمام برندهای مکملی دنیا و خیلی از اتلی تا و دنیا اونجا حاضر میشن تا با طرفدارها دیدار مستقیم داشته باشن برای فروش مکمل برای فروش دستگاه های بدنسازی و کلی کارهای خفن توی دوبی ماسل شو اتفاق میفته خب همینطوری که توی ویدیو قبلی ما دیدیم توی یوتیوب اون گذاشتم هانی بود فیل هیس و هادی چوپان رو در کنار همدیگه تمرین داد هادی چوپان قهرمان مست المپیا 2022 و فیل هیس قهرمان هفت دوره مست المپیا در کنار همدیگه تمرین کردن و همین چند ساعت پیش یک تیزر کوتاه از ویدیوی یوتیوبی که قرار هست از این تمرین منتشر بشه توی اینستاگرام هادی منتشر شد و در آخرین فریم از ثانیه این ویدیو ما یک فیگور جمع رو از هادی چوپان دیدیم خب توی این فیگور جم میتونم بگم که هادی مثل همیشه به خاطر ژنتیک بدنی خاصی که داره واقعا کات و پرجزئیات دیده میشه عضلات چهار سر پاش شما به وضوح میتونید ببینید اون فیبرهای اشکی پای هادی تقریبا همه طول سال وجود داره و همیشه دیده میشه توی بالاتنه هم که دیگه واقعا نیاز به صحبت نیست سینه های هادی چوپان همیشه از نمای جلو حرف اول و در حال حاضر توی دنیا میزنه و میشه گفت که از بهترین عضلات سینه ای تاریخ بدنسازی رو در اختیار داره توی شکم و میانتنه هم کات و جزئیات عمیق دیده میشه بازوها پیک خیلی خوبی دارن و از نظر رگ و ریشه هم شما میتونید کات و رگ و پاها و همینطور بالاتنه تنه رو توی قسمت بازوها ببینید خب این نشون میده که هادی چوپان درست سه هفته بعد از مستر المپیای 2023 هنوز که هنوز آماده است و خب این میتونه نشون بده که برای آرنود کرسکی 2024 ممکنه که هادی داره آماده میشه خب از همین چند روز پیش یک سری شایعات از احتمال حضور هادی در آرنود کرسکی 2024 مطرح شد هنوز به طور رسمی توسط خود هادی یا هانی رامبو تایید نشده و یک سری شایعات هست دیگه نمیشه اونو تایید کرد نمیشه تکذیبش کرد اما به نظر میاد که هر روزی که میگذره این احتمال داره بیشتر میشه و به نظر میاد که هادی برای چهار ماه آینده حدودا چهار ماه دیگه اوایل مارچ برگزار میشه آرنوت کلاسیک برای آرنوت کلاسیک 2024 داره آماده میشه خب این آمادگی بدنی هم که الان توی این فریم کوتاه دیدیم واقعا خیلی خوب هست و احتمال این واقعا وجود داره که ما هادی رو توی آرنوت کلاسیک ببینیم تقریبا پنج سالی میشه که شخص هادی چوپان هیچ مسابقه ای به جز مستر المپیا شرکت نکرده آخرین مسابقه ونکوور پروی 2019 بود که قهرمان شد و بعدش مستر اولمپیا 2019 رو شرکت کرد و از اون موقع تا الان هادی هیچ استیجی رو بجز مستر اولمپیا شرکت نکرده که توی این سالها دو تا سومی، یک چهارمی، یک دومی و یک قهرمانی مستر اولمپیا رو تونسته به دست بیاره و همیشه اثبات کرده که جزء با ثبات دنیاست که توی پنج سال گذشته از تاپ 5 بوده جدا تاپ 4 بوده در اصل بخوام بگم و این نشون داده که هادی یک از باثبات ترین بدنسازاست و اگر برای استیج آرنولد کلاسیک 2024 آماده بشه میشه گفت که شانس اول قهرمانی این مسابقه هم محسوب میشه خب به این صورت پارت دوم این ویدیو توی قسمت دوم میخوام در مورد پوستر و تاریخ برگزاری مستر المپیا 2024 صحبت کنم که این مشخص شد و پیج اینستاگرامی مستر اولمپیا این تصویر و این پوستر رو منتشر کرد و جالبه که این اشاره داره به دو تا از دوئل هایی که توی مستر المپیا توی چند سال گذشته به اوج خودشون رسیدن خب رقابت هادی چوپان و دیرک لانسفورد سال 2022 شروع شد 2022 هادی قهرمان شد 2023 دیو کلانسورد قهرمان شد و الان این دو نفر یک یک مساوی هستن و راند سوم رقابتی این دو نفر رو قرار هست در سال 2024 ببینیم و هادی دریک دو تا از قولهای بدنسازی که هر دو زیر نظر یک مربی کار میکنن قرار هست برای سومین بار در سال 2024 با هم رقابت کنند خب تاریخ برگزاری مستر المپیا 19 مهر ماه 1403 هست و حدود از سه هفته زودتر برگزار میشه نسبت به امسال و این بار در لاس بگاس باید منتظر مست اولمپیا باشیم و 6مین سال برگزاری مست اولمپیاس و این مراسم قرار هست یک مراسم بزرگ باشه چون که مین سال واقعا میشه گفت که الان 59 تا مست اولمپیا برگزار شده هادی 58 و برد دیروک 59 و می و شستومی ها رو باید ببینیم چه کسی قهرمان میشه خب داشتم در مورد دوئلا صحبت میکردم دومین دوئل برمیگرده به کریس بامستد و رامون دینوی برزیلی خب کریس بامستد و رامون دینو بازم چند سالی میشه که دارن با هم رقابت میکنن توی دو سال گذشته رقابت تاپ تو یعنی دو نفر برتر بین این دو نفر بوده و خب هر دو بار رو کریس بامستد قهرمان شده و همین چند هفته پیش تونست پنجمین قهرمانی خودش رو توی مثل المپیا به دست بیاره خب برعکس شرایط حادی در که یک یک مساوی هستن الان کریس بامس دو هیچ از رامون دینو جلو هست و باید ببینیم که سال آینده چه اتفاقی میفته خب خیلی ها امسال میگفتن که اختلاف رامون و کریس واقعا نزدیک شده و واقعا هم نزدیک شده بود اگر برید عکس و ویدیوها رو ببینید رامون واقعا پیشرفت بی رو داشت و همینطور توی فیگورای پشت توی جفت بازو از پشت برای اولین بار یک نفر تونست کریس بامساد بعد از مدت ها توی فیگور جفوز از پشت شکست بده و به اعتقاد تایلر منیون نایب رئیس های توی یک ویدیو اومد اعلام کرد که رامون دینو فیگور جفازو از پشت رو از کریس بامستد پیروز شده و خب این واقعا خیلی چیز عجیب و جالبیه خب خیلی خب این بود از قسمت دوم ویدیو به این قسمت سوم و اون هم خبر بازگشت هادی چوپان به ایران خب همینطور که اول ویدیو توضیح دادم هادی چوپان الان در شهر دوبهی هست در کشور امارات متحده عربی اما یک شنبه پنج آذر قرار هست به ایران برگرده ساعت دوازده و نیم ظهر به وقت ایران در فرودگاه دستقیب شیراز منتظر و حضور هادی چوپان و بازگشت هادی چوپان باشید من خودم شیراز هستم و خب من شیرازی هستم و اونجا خوشحال میشم که همه شما رو ببینم اگر تونستید بیاید حتما خیلی خوب میشه که یک استقبال خیلی خوب و خفن رو از هادی چوپان داشته باشیم و امسال به نظرم خیلی لازمه که از اون حمایت صد درصدی بشه توسط ما مردم طرفدارای و فنهای بدنسازی و بازم تاکید میکنم که 5 ساعت 12 و نیم ظهر فرودگاه دستقیب شیراز بخش پروازهای خارجی مرسی از همه شما که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید سابسکرایب یادتون نره و مرسی از همه شما حتما پیج اینستاگرام ما رو با آدرس iflex ویتنس با دو تا اس و سه تا اس فالو داشته باشید Now the is, are you 3D I got you.